محمد حیدری آگاه رابط بین ملل در استودیو با من است. آقای حیدری عرض سلام بر شما، سپاس از ظهورتان در تولونیوس. واضح بود که با توجه به ادامه زیاده که در ایران صورت میگرفت، انتقادهای بر بالای این کشور از جانب نهادهای حقوق بشری و سایر نهادهای دیگه جهانی مطرح بود. حالا با این طرح را که کلیاتش مجلس نمایندگان ایران هم تصویب کرده، چی فکر میکنین؟ تا چی حد میتونه که جلو ادامه بیشتر در ایران بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون جهانی تولونیوز. با یک مقدمه کوتاه پرسش شما پاسخ خواهد داد. متاسفانه قاچاق و ترافیک مواد مخدر بعد از نفت، سلا چهارمین پردرآمدترین در واقع تجارت جهان شده، تبدیل به و سالانه 1500 میلیارد دلار روی قاچاق و ترافیک مواد مخدر در جهان سرمایه‌گذاری میشه و تبادله میشه، به پیمانه گسترده داره، گستردگی داره. در ایران یکی از کشورهایی هستند که دچار مرض مزمن در واقع مواد مخدر هست و اعتیاد در ایران رو به افزایش و گسترش است و قاچاق مواد ترافیک مواد مخدر در ایران به حد اعلایش وجود داره. روزانه 10 تا معتاد جان خود را در ایران از دست می‌دهد و در مدت نزدیک به 10 سال از سال 1383 تا 92 نزدیک به 40,000 شهروند ایرانی جانش را به خاطر اعتیاد مواد مخدر از دست داده و نزدیک به 240 میلیون نفر تا به حال به خاطر در سطح کل جهان جانهای خود به خاطر اعتیاد و در واقع استفاده از مواد مخدر از دست داده. در ایران مجازات کسایی که قاچاق و ترافیک مواد مخدر انجام میداد خیلی سختگیرانه بود و کسی که الان شما از 100 کیلوگرم یاد کردین، کسی که 30 گرم هروئین و 4 کیلوگرم مواد مخدر در ایران قاچاق میکرد و او دستگیر میشد به اعدام محکوم میشد، اما جدا 100 کیلوگرم افزایش یافته. و من فکر میکنم که این دو تا علت داره، یکی علت سیاسی داره و یکی هم در واقع سیاست های کلان علت خارجی داره که آقای حسن روحانی در درون ایران هم این طرح مخالفان و موافقان جدی خود را داره، اما نزدیک به 70 نفر نماینده اولی را امضا کردن و سرانجام کلیاتش در مجلس نمایندگان تصویب شدن. من فکر میکنم که یکی از علل‌های مهمی که مجلس نمایندگان در واقع اقدام برای از بین بردن این طرح کردن، یعنی طرح اعدام، این بودن که اعدام در ایران پاسخ نداد. هر قدر که قانون سختگیرانه را در اعدام در قاچاق مواد مخدر در ایران روی دست گرفتن پاسخ نداد و هر روز قاچاق، ترافیک و حتی بر جایگاه ایران هم در جامعه جهانی و بسای حقوق بشری تاثیرات منفی خیلی زیاد داشت. پس حالا وقتی که این تصمیم گرفته میشه، آقای حیدری، پیامدش چی بوده میتونه؟ شما فکر میکنین که میتونه کاهش به میزان قاچاق مواد مخدر در این کشور یا اینکه برعکس خواهد بود؟ من یک بخش از پرسش قبلیمون و پیایند دیگه شیستن که آقای حسن روحانی یک سیاست ورز اعتدالگرا هستن و تلاش میکنن که خودشان را، همون هم شما هم اشاره کردین، با یک نحوی با معیارهای حقوق بشری در سطح جهان آماده بسازه و تلاش میکنن که رویکرد اعتدالی را در سیاست‌های رادیکالی در واقع جایگزین بکنن. من فکر میکنم که عمده ترین مسئله شیستن که در ایران دست خود آقای دست در واقع قدرت اجرایی، قوه اجرایی هم در قسمت دخیل بوده. اما در این که آیا میتونه کاهش بده، من فکر میکنم که نه تنها باعث کاهش و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در ایران نخواهد شد، بلکه باعث تراکم و افزایش قاچاق و ترافیک مواد مخدر هم خواهد شد. دلیلش اینه که وقتی که اعدام نتونه کارساز باشه، بدون شک حبس ابد نمیتونه کارساز باشه. یا جرایم نقدی چی بوده آقای حیدری وقتی که به گفته شما زور و شد مجازات در برابر کسانی که دست به قاچاق مواد مخدر میزدن پاسخ نداد؟ حالا که می انعطاف پذیری را حکومت نشان میده، چگونه خواهد باشه؟ دو تا مسئله و تحلیل در درون ایران وجود داره. یکی این که ایران تلاش میکردن که بهداشت امنیتی را رعایت بکنه به تعبیر خودشان، یعنی جدیدن ایران به این نتیجه رسیدن که ایران مسئول حفظ بهداشت جهانی نیست. یعنی اگر وقتی در آمریکا، وقتی در اروپا، وقتی در کشورهای مثل افغانستان و سایر جهان قاچاق و مواد ترافیک مواد مخدر به تون انجام میگیره، چرا ایران باید شهروندانشان این گونه در واقع به خاطر حفظ رعایت بهداشت حقوقی به هر حال اعدام بکنه؟ بحث بعدی هم آیه حرفی، من فکر میکنم که همون در واقع تصمیم سیاسی هستن که در خوراک بیرونی دارن،
و آن این است که ایران تلاش میکنن با اتخاذ چنین اقداماتی به یک نحوه چراغ سبز را نشان بتن در راستای کاهش نقص حقوق بشری. و من فکر میکنم که این اولین و آخرین تصمیم در این موارد نخواهد بود. یعنی تلاش می شود که در مسائل حقوقی و در واقع مسائل حقوقی و جرمی از مجازات که به ایران به او شهره است و به یک نحوی انگشت انتقاد تمام دنیا هم روی ایران به خاطر این موضوع هست را کاهش بدن. بله آقای حیدری، چه فکر میکنین بر این که ایران خواسته باشد تا این گونه یک برنامه را امتحان بکنه که نتیجه چی بوده میتونه؟ هم یعنی اگر نتیجه نده خب واضح است که میتونه بازگشت داشته باشند به اون قانون بعدی و بحث ادامه دوباره مطرح شود، اما اگر تا یک مدت هم عملی بکنن بتونه که فشارهای جامعه جهانی و انتقادهای نادای حقوق بشری را بر ایران کاهش بده. البته یک تصمیم دو پهلو هست، یعنی از یک جهت میخوایم به جامعه جهانی بفهمانه که ما آماده هستیم به هر حال در واقع مصوبات حقوق بشری و کنونسنهای حقوق بشری را تطبیق بکنیم روی مجرمین، و از یک طرف همی میتونه اهرم فشار جدی باشه علیه کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی، چون میتونه از اگر این مسئله را آزاد بگذاره قاچاق و ترافیک مواد مخدر میتونه تبدیل به یک تهدید شود به کشورهای اروپایی از طریق مرزهای ترکیه و مرزهایی را که ایران با او کشورها داره. من فکر میکنم که و از یک جهت هم خوب عرض کردم که این مسئله یعنی اعدام در کاهش جرایم در حداقل در عرصه قاچاق ترافیک مواد مخدر در ایران کارساز واقع نشد. از طرف دیگر هم ایران به این باور رسیده که حداقل حقوقدانای ایران به این باور رسیده که ایران تبدیل به کمربند بهداشتی برای جهان شده. وقتی ایران این مسئله را اینقدر سفت و سخت در واقع دنبال میکند، چرا جهان نباید این مسئله را جدی بگیره؟ این آقای حیدری با این تصمیم در اصل ایران چیز را از دست نمیده؟ نه، ولی در بحث ترانزیت مواد مخدر چگونه خواهد باشه؟ من فکر میکنم که در عرصه قاچاق و ترافیک مواد مخدر سهولت ایجاد خواهد شد در منطقه و باعث افزایش قاچاق مواد مخدر. حالا مثلا ترکیه امروز از بحث ماژین استفاده ابزاری میکنه و به عنوان یک ابزار فشار ازش کار میگیره بر کشورهای اروپایی. شما فکر میکنین که درست آنچه هم که شما تاکید داشتین و اشاره کردین برش، ایران این سیاست را هم در گوشه دیگر از این برنامه خود قرار داده باشه؟ بدون شک یکی از تصامیمی شیستن که خوب ایران مکلف به این نیستن که در واقع جلوگیری بکنن قاچاق مواد مخدر در سطح جهان، و تلاش میکنه که البته استثناءات هم در این هست، او مشمول حمل قاچاق حمل مواد مخدر با برخورد مسلحانه است. در صورتی که برخورد مسلحانه صورت میگیره یا با یکی از بان من قانون رو مطالعه کردم یا با یکی از بانهای مافیایی مسلحانه که اونا فعالیت های مسلحانه داشته باشن اینا دستگیر شه و ارتباط داشته باشه، اینا هم حکم اعدام سرشان تطبیق میشه، اما در صورتی که مخل امنیت واقع نشن. البته یک تعداد از مقامات امنیتی مخالفی طرح بودن و اونا مجلس نمایندگان را متهم کردن به دست داشتن با قاچاقچیان مواد مخدر که اینا به خاطر امتیازات مالی تلاش میکنن که حکم اعدام را بردارن. ولی من فکر میکنم که یک تصمیم سیاسی دو پهلو هست، از یک جهت میخواد این شعار را بدن که یعنی ما از اعدام در واقع جلوگیری میکنیم و نقص حقوق بشری رو در ایران پایین آوردیم، و از یک طرف میتونه فشار جدی باشه که برای اروپا، برای ترکیه، برای کشورهای هم مرز ایران هست. برای واکنش بر ایران چی خواهد بود؟ یعنی خب اگر ترکیه رو مثال بتیم و بحث پناهجویان را در ترکیه دیده میشه که ترکیه وضعیتش و روابط جهانیش متفاوت از ایران است، ولی ایران با این تصمیم چی را میخواد به دست بیاره؟ دیدم میشه که ایران تا حد کشور محدود هم است در روابط جهانی خود. من فکر میکنم که این میتونه به یک نحوی بار دیگر در واقع مسئله حقانیت ایران را به کرسی، یعنی تصمیمی درست ایران را به کرسی بنشانه در سطح جهان، به این معنا که اگر ایران با قاچاقچیان مواد مخدر در واقع جدی و قاطعانه برخورد نکنه و حکم اعدام بالای آنها تطبیق نشود، این معضل فراگیر خواهد شد، دامنه های کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، کشورهای هممرز با ایران نخواهد گرفت و گسترش قاچاق و ترافیک مواد مخدر از طریق خاک افغانستان و ایران میتونه معضل جدی برای منطقه و جهان باشه، و از این طریق میتونه ایران استدلال بکنن که به لحاظ حقوقی و سیاسی حقوق بشری که وقتی که ما محکومین در واقع
به متهمین چرا از اعدام هم بکنیم، جامعه جهانی صدای خود میکشه که چرا شما ایر اعدام کردین، وقتی که اعدام هم نکنیم باز هم یعنی ارتجاع به قانون در این شرایط ممکن هست که باز هم دوباره درست قانون امتحانی را ایران میخواه عملی بکنه و انتظار داره که در آخر نتایج به دست بیاره و بر اساس این نتایج گامهای بعدی خود را هم ترسیم بکنه. بدون شک امور خم که مقاماتشان عرض کردن که ایران کمربند بهداشتی برای جهان نیست، من فکر میکنم که یک کمربند بهداشتی برای خود ایران در واقع طرح‌ریزی کردن که از این طریق بتونه این لابراتوار بکنه این قانون را که چی پیاینهای بر منطقه بر جهان و سرانجام بر ایران داره، و در این حال از یک طرفی هم یکی از وکلایشان استدلال کردن که دیگرا به تون تون مواد مخدر را قاچاق میکنن، کسی اونا را اعدام نمیکنن، اما در ایران به خاطر یک کیلوگرم مثلا چرا باید شهروندان ایرانی اعدام شن؟ پس کشورهای جهان چی خواهد بود؟ خیلی کوتاه. در من فکر میکنم که جهان را یا کشورهایی که داد از حقوق بشری میزنه ایران اونا در یک سر دوراهی قرار دادن، به این معنا که از یک طرف میگه که ما خب مجازات را برداشتیم، مجازات اعدام را برداشتیم، و از طرف دیگر در صورتی که ای به باعث افزایش قاچاق و ترافیک مواد مخدر شد، من فکر میکنم خود نهادهای حقوق بشری بر ایران تاکید خواهد کرد که جزاهای سنگین تر را بر قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تطبیق بکنه. آقای ایدری از حضور شما در جان ما سپاسگزارم. سلامت باشین. تشکر.